آقا جان بگو کار ما رو راه بندازن بریم. دو ساعت اینجا وایسیدین، مگه نگفتن ساعت 8؟ الان ساعت 8 دیگه. کی کار شما رو راه بندازه؟ شما باید راه بندازید دیگه. بچه‌م اونجا علاف شما میشه. این همه آدم وایسادن اینجا. حاج آقا صبر نخورده. چی اینقدر تو داری الان چه جوابی سلطانی هم خورده بودن تموم شده. خورده ولی چه شده وایسیم اینجا که سوالشون تموم بشه. دیگه بیشی تو اعصاب من نرو، تو این دفتر خونه با این دفتر خونه فقط مال ازدواجه. اومدی طلاق میگیری چه اعصاب منو خورد میکنی؟ بهت میگم بگی بیشی بگو چه اعصاب مسار ندارم. بگی بیشی. خیلی خوب دارم اصلا. داری که داری. دیگه بیشی این اعصاب مسار ندارم. یه ذره به چه کچه بر من لوکس کرده جان زمار بله کون گیلم بار بله جان زمار بله کون گیلم بار بله چلو بایا هم پیشیم بفرم خوش آمد بفرم بر سر چی هندنه بر سر تلار بر سر چی هندنه بر سر تلار خوش اومدین ماشالله ماشالله عروس خانم اتاق عقل شما بفرم اینجا ماشالله آقای غلامی اول مراسم عقل اومدی ازدواج کنی؟ اومدی طلاق بگیری؟ آره چیه؟ بی داخل احتیاط داری؟ من به خاطر تو گفتم بیکاری؟ عرض لو باشی؟ آقای داماد بفهمید تو خوش برو، خوش برو صدات کردن، خوش برو هنوز قلم از کاغذ برداشته نشده فرصت داری بسیار خوب آقای سام آرام جان برخلاف فامیلیتون همچین آروم هم نیستید حالا شو تشریف بیارم شدم از زندگی زناشویی زنی بزنم ببین منصور عقب افتاده کجاست بریم یه ذره حال کنی تو چطوری رود میشه عینک رو بزنی اینو من برات خریدم میدونی خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد برای اینکه از امروز من میخوام اصلا ببین تمام درهای موفقیت و شانس به روی من از امروز باز میشه برای اینکه تا زمانی که با تو بودم تو همیشه شخصیت منو خورد میکردی بله همون که تو میگی خداحافظ خداحافظ اوهم اگه کوری حالا جلو پاتو ببین گوسفند
داره شهری که اون چند میگه بسان که جانت یون باشه برن با ما مجد رفتی با هم نیستیم هی من به زنگ دارم یا آقا جان نیم ساعت دیگه من دارم سر کجرم چیه بیدونم بابا اینو کنش کن سرم رفت آ چرا باید اینقدر موزیک بلند باشه؟ سامی گرم هوا. خب گرم آقا تو چرا باید اینقدر موزیک رو بلند کنی؟ حالا ول کن. تموم شد سامی ها. آره تموم شد. بابا کتککاری با بابای اونا. خواهر اینا ناراحت. مامان چی کار می‌کنه؟ رودا چی؟ رودا فش فشار افتاد پایین و قش ها؟ آقا بهش دادی؟ بابا نه. سر منو بردی چی هم چی می‌کنه؟ ولی حالم خوبه اومدم نشستم و تو صحبت هم میکنم چشمت میگیرم من الان حالم خوب نیست من به تو زنگ زدم که با عنوان یه رفیق من امروز من زنم رو طلاق دادم میدونی امروز چه اتفاق مهمه تو زندگی من اتفاق افتاده سامی تو الان تغییر میخوای نه؟ آره تو الان یه محیط جدید آدمای جدید من یه محیط جدید با آدمای جدید میخوام خب یه کاری بکن تو سه روز فقط سه روز خودتو بسپر به من سه روز خودتو بسپر به من سه روز خیلیه دو روز فقط دو روزا فقط دو روز دو روز, دو روز. منظور خرابش بکنید من دو آخر اون به اعتماد نمی کنم دیگه آقا معتادم از آب در اومده آقا کجاش معتاده و از نمیچسبونی به پسر مردم کجا بودی مادر جون دلم هزار راه رفت جایی نبودم یه ذره پیاده اومدم خیلی خب حالا بیا بشین یه چیزی واسه بیارم بخور کار دارم اما میام بیا قربونت برم یه دفعه برم میام که به ما میرسی بیا بشین قربونت برم این قیافه چیه واسه خودت گرفتی اصلا قصه نخوری همه مردا همینجوریه بفرما پس از چند سال دستمزد ما رو خانم داد من برم اتاقم تمیز کنم میخوای خودم بیام کمک نه خانم، بالاخره من باید برای بچم یه پرونده تشکیل بدم یا ندارم؟ بابا پرونده دست بر نمیداری از این کار را 30 ساله بازنشست شده جیگر منو خون کردی من... از بس پرونده تشکیل بدی؟ بابا جان من باید بفهمم بچم برای چی طلاق گرفته حالا فرضم که فهمیدی چیکار میخوای بکنی؟ برم کن بابا تو هم پس میگی لال بشم و هیچی نگم؟ سرم رفت بس کنیم شما فقط منو مقصر بدونید سرم رفت بس کنیم مامان خانم مشاهده فرمودی سمیرا نگاهشو دیدی تو که تا دیروز خیلی از خواهرش تعریف میکردی چی شد خانم بفرمایید من از خواهرش تعریف میکردم نه خیر خانم اینا فیلم واسه ما بازی میکردم خانم میشین خیلی خوب دیگه شما دقیقاً مقصری مامان من از روز اولم گفتم اینا به درد خانواده ما نمیخورن که همه چی تموم شده شاید خاص خدا بوده اتفاقی که افتاده چیکار میتونم بکنم من از روز اولم دختر به اون خانمی بهتون معرفی کرده بودم مریم دوستم من چه میدونستم برای که از اول خودشون خوب نشون دادن فکرشو میکردن بابا یکی تو بگو یکی این میگه تا کی میخوای این حرفو بزنی خستم گردی میفهمی که همیشه بی تفاوت بودی شد یک بار یه نظر درست به من بدی جناب عالی موافق بودی من که کاری نبودم من دخالت کردم تا کی من باید از این حرف رو بشنوم دیمونم کردی ای بابا سامان بابا چتونه چرا اینقدر داد میزنی صداتون تو پایین داره میاد خب تموم شد دیگه باید طلاق میگرفتم گرفتم دیگه بعدم اینجوری اصلا بهتر شد من خوشحالم اصلا از صبح تا حالا یه حس عجیبی دارم الان خوشحالم حالم خوبه رودام حالش خوبه دیدی بچه رو نابود کردی من نابودش کردم یه اون دختره بدبخت کرد بچه همون ای خدا سمینا اینجا چی کار میکنی؟ سمینا برو برو کنار برو کنار برو کنار هیچی نیست برو حله هیچی نیست
خوبی؟ خوبم سمیر. این چه کاری بود تو کردی؟ این چی سمیر؟ چیزی نبود، نپریدم که. تموم شد. حالا خوبی؟ آره آره. جای درد نمی کنه؟ نه سمیر، برو برو، من راحتم الان. خدایا من میخوام تنها باشم دیگه. قلبم واسه چرا انقدر داد زد؟ پشتو بریم پای مردی شربت درست کن. خیلی خوب، خیلی خوب. بله. الو سلام. سلام بهارم، خوبی؟ مرسی، تو چطوری؟ منم خوبم. چی کار کردی؟ چی رو چی کار کردی؟ برنامه تو دیگه محضر بودی، تموم شد؟ امضا تموم. تمومه تموم؟ آره، پس تمومه ناتموم، تمومه تموم دیگه. حالا چقدر عصبی؟ کی گفته من عصبیم؟ صدا دپرس به نظر میاد. کی گفته من دپرسم؟ این عصبی دپرس هرچی میخوایی میچسبونی به منو. خوبم بابا. چی شده؟ من نمیدونم. چی شده؟ این چه حدی میزنی؟ چه کار بیگانه شده؟ نکن این کارو. بابا دقیقاً بگو چی کار میکرد؟ پدر رفت تو اتاقش، تمام اتاقش رو ریخت رو هم، جوا رو پرت کردیم برون و لباساش رو برفت تو کتاباش، همه رو پرت کرد. کتابا رو چرا؟ نمیدونم. خب اولین کتابی که پرت کرد چی بود؟ اولین کتاب؟ نمیدونم. رمان بود یا کتابای متفرقه؟ مهمه؟ برای من خیلی مهمه. خب گریه میکرد؟ نه. متوحش بود؟ آره. خب پدر داره میاد. خیلی خب. رودا جان. بله. ممکنه بگی کجا داری میری؟ قبرستون. قبرستون؟ چه میخوای بیا؟ بیا. نمیرسی. قبرستون سه‌شنبه. سه‌شنبه. عجیبه پدر. مرسی محمد. Thank you.
گرم بکنم. شما صداتون رو ندارم. سلام شورا خانم. سلام، خوب هستی؟ رسیدم به ایرانی؟ درسته. بله من هم باش نیستم، به شمارش زنگ بزنی. بله همون قدیمی هست. بله بله اونم همینطور. بله قربون شما، خوشحال شدم. بله سلام. نه نه نمیشناسم. شما کدوم شهره؟ تو ایرانی؟ کی اومدی دیوونه؟ سامم خوبه؟ من که تهران نیستم قربونت برم، ولی اومدم حتما با هم قرار میذاریم. من چابهارم. نه کار داشتم اومدم. آره هفته دیگه برگشتم خودم با تماس میگیرم. باشه قربونت برم، خداحافظ. رودا، رودا جان. بله ماما. کی بود؟ دوستم. اسمش چی بود؟ اسمش هم باید بگم؟ شهره. کی اومدی؟ میگه امروز. با چه پروازی؟ من چه میدونم پدر جان. ای بابا چی کارش داری آخه؟ مادر جان چرا بهش دروغ گفتی چابهاری؟ همینطوری مامان. همینطوری نشد جواب. نخواستم منو تو این وضعیت ببینه. بسیار بسیار خوب. رودا جان من چند تا سوال خصوصی برای تکمیل پرونده خودم دارم. بله. کارت تموم شد بیا با هم بشینیم صحبت کنیم. لازم؟ لازم بله. چیکار داری میکنی شما؟ به جایی که پدرشی بشینه به درد دل دخترت گوش بکنی این کارا رو میکنی؟ خانم جان اگه یکی زد یکی رو کش باید بگیم خب تموم شد. بابا مگه این بچه قتل کرده؟ طلاق گرفته همین. مامان پدر راست میگه. هوچی دیگه هی واسه دیجا راست میگه راست میگه. برو میکنم ببینم. خواهش میکنم قربانه. نردوشه نگه تو من دارم. بهاره است. بگه من نگفتم بگو من خونه نیستم. ای حسین نداشتم. اشنبه آبرو برام نداشته. آبرو بله خوبم. بهاره تو چطوری؟ نه خواب بودم. چیکار کردی؟ چرا بهش گفتی؟ داری میاد اینجا؟ من بهش گفتم چابهارم که تو چرا اینا رو بهش گفتی؟ لطفاً صدات رو بیار پایین، گوش من کر نیست. بله
خب به این گرایشی چی من بگم؟ چه چیزی مصرف میکرد؟ بیشتر پلرگولات چیپس و این چیزی. پس گفتی مواد مصرف میکرد؟ من که گفتم مواد مصرف میکرد پدر؟ این از صبح منو استنتاق میکنه پرونده تشکیل داره روز سام رودابه. پرونده دیگه چرا؟ چه میدونم فکر کنه هنوز بازپرسه. حالا تو هم گریه نکن به نظر من زیاد. من چه گریه کردم؟ من همجوری چیزی گفتم دیگه. حالا تو هم مامانم قر میزنه مثل چی؟ خواهره رو بگو فوزول اصلا حوصله خونه رو ندارم. به هیچ عنوان بریم خود برد جان فهمیدم آخر چرا شما حالا تو دارید اینجوری میکنید. طرف سومو میبینی که چراغش خاموشه؟ خونم بود واقعا؟ ای روشن شد، روشن شد رودا. میبینی منصور؟ میبینی با چه بدبختی من این زندگی رو ساختم؟ ای بشکنه این دست رودا به چت بود؟ یادت منصور؟ منصور؟ منصور بابا گل کیک لگد نمیکنم دارم باهات حرف میزنم. میگم میبینی زندگی رو چه منظره ای؟ میبینی منظره رو؟ چقدر سختی کشیدم من اینجا رو ساختم که داره روم آوار میشه. آره میگم حالا که تو که ساختی این شومینه رو اگه اینجا میذاشتی اینو مینداختی تو پذیرایی دل اصلا بزرگتر میشد. منصور اعصاب ندارم منصور. چرا؟ مگه من این ساختمون رو ساختم که اونو بردارم بزنم اونجا اونو بردارم بزنم؟ میگم زندگی روم آوار شد. تو میگی ساختم؟ خب میگم ساختم یعنی زندگی ساختم. سرایدار کسیه؟ کسی خونه میسخه؟ خب هیچی نداشتی اونجا؟ خب فکر کن حلقم. میگم ما اومدیم دنبال یه چیزی بگردیم. خب آره دیگه همون اومدم یادم رفت چی میخواستم. حلقه. آره حلقه رو ببین. چند وقت پیش من با رودا دعوام شد. تو هفته پیش انقدرم لاغر شدم این حلقه تو دستم شل بود. نه آره بعد یه چه دیگه دعوام شد و من گفتم چی میگی تو؟ اون گفت چی میگی؟ گفتم ولم کن. یهو از دستم پرت شد کجا افتاد. ببین دیگه دارم میگم دیگه اون ورتر کولره. خب کانالو نگاه کن. کانالو میگم منصور. ها ببین اونورم بگردا ببین اون ورتر نمیرسه دستم. خب چی شد بگرد دیگه؟ چی کار داری میکنی دیگه؟ زود باش. خب نیست دیگه بابا همون بالاست نگاه کن کوری مگه؟ خب من که دارم میبینم. ببین دیگه سخت شد زود باش. سلام. خب این شوهر خانم ببخشید حتما باید کلیدو عوض کنم دیگه. نه تو خونه من تو اینجا چی کار داری؟ خونه تو شد حالا؟ ببخشید از پنج شد به چهارتشو بابای من داده. ما نکنیم من توه؟ خب بابای من داده. کی داده ما ندیدی؟ شعور خانم چجوری شما تعمالی کنیم؟ بسته اولو دادن بابام دیگه نداره. اشکال داده چکاشم همش بده. تاریخ دار بودش. مهم اینه که داده. این خیلی مهمه. خب حالا چیه؟ اومدی اینا رو بگی؟ اینجا دوباره چی میگردی؟ منصور اینجا دوباره چی میگردی؟ به تو ربطی نداره. زود کارت انجام بده بیار بیرون. کارتو بکن. کارتو پیدا شد. بیا پایین. بده من بابا. حلقه تو کجاست؟ بودم تا اونجایی که من یادمه تو به بچه علاقه من بودی. چرا بچه دار نشدی؟ نخواستی تو یا اون؟ نخواستیم یعنی جفتمون نخواستیم دیگه. دوتاییم نخواستی یا نشد؟ نخواستیم. رودا به من دروغ نکن. چه دروغی من باید به شما بگم؟ آزمایشگاه رفتی؟ ما اصلا مشکل نداشتیم که بریم آزمایشگاه. خب بگویم کدوم آزمایشگاه؟ میگم نرفتیم آزمایشگاه. چرا گمراه هم میکنی؟ ای بابا
میبینم پیش چرا؟ تو خجالت نره که تو خود تا دور دیگه چیکار میکنی؟ میبینی؟ بیا بیدر چی میکنی منصور؟ اینجا منصور آبرومونو نبر برای چی من رکورده؟ اینجا تو مگه بچه اینجا آبرو داریم اینجا نکنه این کار چرا من رکورد دارم رکورد داری که داری؟ رکوردش مال منه منصور رو داست منصور نکنه این کارو برده بابا چی بابا رفتن دیگه چی رفتن؟ آره رفتن خب بریم ادامه بازی؟ نه بابا چی بازی؟ میشد نگیدن ما آبرمون بره کجا بریم؟ من بازی نیومدم که خب اومدیم بازی کنیم دیگه نه بابا بازی چیه؟ که رویه در بچه منسو بازی چیه؟ منسو من میگم حالا که اومدیم اینجا خب حالا که ضایع شدیم خب من اگه بتونم یه جوری بهش توانم رو نشون بدم بهش نشون بدم که خوشحالم خب اصلا قنی ندارم دارم بازی میکنم دیگه اصلا دو برگشتم به دوران بچگی تو میتونی من بلد نیستم آخه چی رو باید این آخرین فرصته برای اینکه خودتو ثابت کنی اصلا. تو تواناییشو داری دارم داری سعی میریم یه بازی که تمامشو جبران میکنی خودتو نشون میدی محکم من باید خودم رو نشون بدم آره بریم همین الان بریم خوشبخت بشه تو بدبختش کردی راست میگی منصور آره بابا
من بدبختش کردم. خیلی عذیتش کردم. حیف بود، حیف. منصور بابا ول کن اینو. کلا میگم چیکار میکنی؟ بره. محمودو یادته؟ آره محمود. از زنش جدا شد؟ بد شانس. ببینم عاقبتش چی شد اون بدبخت بی محمود؟ آره. 3 ساعت به برق وصل شده بود میلرزید اینطوری. مرد؟ نه با برق. نه حالا دیگه اینقدر مرد. اونم مثل من بد شانس بود منصور. یه جه گیره بابا ول کن اینو منصور دیگه. آه دست ازم. ولی خوب شد، خوب شد رو دار رفت تو رو تو این حال ندی تو این روزا. کدوم روزا رو؟ همین تو این وضعیه، تو این حال. چون اون نیست من اینجوریه. بی تو محتاج باز از اون کوچه گذشتم. ها؟ بقیه چی بود؟ منصور کتاب بخون. سامی این چیه؟ ها؟ پسر جاش زولی مگه؟ معتاد شدی؟ پسر جاش اون بابامه. یعنی چی چه میدونم؟ تا حالا نشده این مدتی که با هم زندگی کنین اونجا زنگ بزنی به شرکتش و ایشون پشت میزش باشه یا نباشه؟ نه. یعنی همیشه بوده؟ حتما بوده. من چه میدونم پدر جان؟ چه میدونم چی؟ مگه تو همسر اون نبودی مری؟ مگه شریکش نبودی؟ این چیزا رو زیر نظر نداشتی؟ خب تلفوناش تا حالا شده موبایلش رو کنترل کنی؟ شماره‌هایی که بهش مشکوک باشی؟ نه پدر جون. نه؟ یا اینکه که دارا متوجه این مسائل نبودی؟ نمیدونم. یعنی نمیدونم تا حالا شک نکردم بهش. خیلی خوب، خیلی خوب. چه عطری مصرف میکرد؟ چی میدونم، یه عطر بود میزد هم که همیشه میزد. تغییر نداده تا حالا؟ یه موقعی هم تغییر میده. همینه، همینجاست. چی خودشه؟ بلا؟ خودشه. اسم این عطر چیه؟ پروازو ول کن بابا، میریم رستوران امشب، میریم همون مهمونیه. کجا؟ همون مهمونیه که دیروز گفتم. من تو نگیرن همون با من؟ شش اون سرام زیاد کن تموش سری جون باشه. دست با چلوفتی خنگ. چی داری اینقدر فوش میدی؟ به همین منصور خان؟ بله؟ پیله کردی به این؟ برای اینکه هر وقت با اون بیرونه دبوق زد میمونه. آقا اگر با منصور باشه من یکی خیالم راحته. اتفاقا من یکی خیالم خیلی ناراحته وقتی با اونه. برای اینکه بدبینی. ای بابا. بابا یه ذره آرومتر. نکنه رفته خونه این دفعه دوستش. ببینمش همچین بزنم تو اون کوی خونی نمالیدش کنم. کیو بزنی؟ همین منصور رو. ای بابا. ای بابا. گرم میشه درم رو نمیگیره. ببین خونه خاله نرفته؟ مامان خونه خاله برای چی؟ اون تلفن اون خنگه رو بگیر، همون رفیق خنگشو بگیر. خانم میدونی برای چی سربازی معافش کردن؟ برای اینکه آی کیوش 2 تو آزمایش. بله. نمیگیره. این باید با پسر من رفیق باشه. من خیالم راحته اگه با اون باشه میاد. هر جا باشه میاد. خیال من راحته. خیال شما همیشه راحته. بگیر دیگه دوباره. مامان جان نمیگیره. چند بار بگیرم؟ بله. بله بله بفرمایید. بله کی؟ بله بله چشم. بده من گوشی رو. بله بله چشم. چی شد؟ حالا زمان با چطوری سمی؟ ها طوری نشه دیگه. ها شرمنده بابا. سر مرد خندم میکنی؟ خیلی کار خوبی کردی بابا. تقصیر من چیه؟ زهر مرد
مچیکه تک زنی همه شخصی بیمو دیگه گرفتارمو کردی دیگه حالم به هم خوریده حالم خوبه میزنم تو دهنته برو اون الو منصور سلام خوبی کجایی چه میدونم بابا حالم گرفته پاش بیا اینجا ولکن بابا پاش بیا اینجا چی میگی تو نه نیست خونه نیست نه بابا توهم زدی چرا بابا پاش بیا اینجا اتفاقا انقدر تو رو دوست داره همیشه میگه اگه این منصور نبود که دخ کرده بودم سعیده چطوره سامی؟ سعیده چیه؟ سعیده دیگه هم کلاسون برو سعیده ازدواج کرد 6 سال پیش ازدواج کرد 2 تا بچه داره آه گلی چی؟ چی میگی تو؟ بس خود منصور بگم اصلا گیریم که من میخوام دوباره ازدواج کنم خب اونو بل کن خب اسمت رودا تو شناسنامه چرا؟ چون زنمه دیگه خب پاکش چجوری پاکش کنم؟ مگه با مداد نوشتن که میخوام پاکش کنم نه نه ولی پاک کنه که سرش آبی اینطوری تو خوزن اینطوری کسافت چرا تو کثیفی بابام راست میگو چی میگو؟ خودش بعد هم بهت میگه حال میکنیم دیگه نه دیگه داشتیم میخواهیم خب این دنبالش میگه پیجامه هم باید آره با مال شماست نبود این گفتم این بپوشه یه چیزی دیگه ببینم اینم بس پسر خودم میمونه من خب میکنم چی شد؟ زیدم اگه کامپیوتر هم بیدون بله نمی باری که باری که آه سامن آه چی این چی شکار میکنه چه میدونم منصور گشته اون تر اینجا بود تو گذاشتی گفت مال شماست بله پس گفتی اسم دوست شوهرت چی بود؟ منصور ها منصوره خیلی خوب منصور من کی گفتم منصوره؟ تو مطمئنی منصوره نیست؟ بابا منصور پسره منصوره کیه؟ تو موبایلشو کنترل کردی؟ ها؟ ممکنه هشو نذاشته باشه؟ فقط منصور خالی نوشته باشه؟ تو رو بتونه گمراه کنه؟ ها؟ اینجا رو نخونده بودی نه بابا اصلا سامحل این کارا نیست من فکر میکنم وقتی جوان بودم از این کارا میکردم بله مامان میبینی چه حالی میده اینجا؟ منصور خیلی خوبه ها ببین چه فضاییه ببین چه آرامشی داره من تو اینجا نیاوردم جون سامی نیاوردم همش میگفتم ببین اصلا من هر چی بگم کمه یعنی خودت بعد این آدمو ببین انقدر این آدم لوتیه انقدر شیرینه انقدر شوخه ببین یک ساعت هم بشینی یک ساعت رامسین اصلا ببین شاهکاره عین بابا میمونه عین بابام بعد چشا زلال چشا بعد چاکرم آقا رامسین چطور آقا رامسین؟ آقا سامی هم برو تو چه خبر آقا رامسین؟ خوبی؟ برو تو ذکر خیرت بود آقا رامسین منصور نه تسبیح جلو آقا رامسین برای تعریف کردم منصور دوستم بچه ها تو هم بچه ها که نه آقا رامسین
خانم بچه ها آرام سیم من با اجازت برم یک کاری پیش اومده برم من حالا هم خوب میسازم تا نظرم تو دهنت مثل بچه آدم میرون پشت میگیری میشین حمیدی زود باش تخت آخر چشم آرام سیم خود برم چرا با من اینجوری میکنی؟ چی میگم نگاهش تو جرف گیر چون فکر کنم چه خبر دیوونه شدی یا زایی شدی یا سن دست بنداز بابا میشی تام ببن درکت میکنم سن تو فکر روده ای؟ نه رامسی رامسی؟ منصور این چرا اینجوری شده بود چرا اینقدر بد اخلاق شده بود چشاشو دیدی؟ آره میخواست منو بزنه دیدم به جون سامی من همین دو هفته پیش اومدم اینجا با هم غذا خوردیم نشستیم خندیدیم من براش درد و دل کردم با کی؟ با رامسین؟ رامسین با رامسین نشستیم غذا خوردیم؟ آره میگفت اینه یه پدر رو من حساب کن آره اینه باباته یکم شبیه بابام چشه؟ هیچی بابا می طلاق نگرفتی خب گرفتم نه یاد جلو چشم اصلا خوشم نمیاد دیگه ببینمش کس دستشو بو کرده ما اینجای ملا من اینجا رو یادش دادم نیاد منصور گوش کنه چی میگه حواس جمع کن سوتی ندیا آروم خب نفهمم خب آروم برگرد خب اینجوری نه احمق خب اون چرا زایی میکنی جوگیر میشه خب گوش کن آروم خب ببین چی دارم میگم راجع به من حرف میزنم آره راجع به من حرف نه نه احسان احسان کیه احسان میگم کیه منصور تموش تموش چی تموش شد همین شنبه میگم خواهد بیا احسان آره این نامرد هنو هیچی نشده برنامهش همین بود منصور این برنامهش همین بود با تو لوس نکن به چی میخندی؟ منصور دارم صحبت میکنم خب همین رو بزن تو دهن این منصوره واه واسه چی؟ همینطوری چه اینو برمیدونی هر جا من که هستم؟ آقا منصور؟ از که داره منصور آقا شده؟ آقاست دیگه خانوم که نیست آره آقا منصور از این زندگی ما رو همین گند زده بهش با آدم مهربونیه که چرا قدر باش حرف میزنه چی بهش میگه بگو من نگاه کنم خوب شاید بگم ها؟ میگه این منصور اگر نبود سامی پنج بار تا حالا خودش کشته بود میگه اینه شیر پشت این سامی وایساده منصور بابا او رامسین داره میاد رامسین؟ کجا داره میاد؟ اینجا باشو برم آرامسین چیکار میکنم آرامسین؟ کجایی تو؟ داری میریم دیگه بابیو چشم آرامسین چی میخوری؟ منم آب منم آب سامی این کی بود؟ ساکت باشو بلا میادا چرا اینجوریه؟ چرا اینم؟ گفتی یه جایی میبرد همچی آروم؟ آرامش سامی من دیرم شده ببین
یه جوری بزن نرم ما این بغل بریم. اگه بدی به تو نکردم سامی. چی میگی منصور؟ بچه شدی یا؟ تا دم در پاد نرسیده میاد میگیره تو تو. منصور اون وقت بالا میگیره ها. به من ربطی نداره مامان. پای خودت. بمون. حتما بمون. میمونه. چه بدبختی. بدیم آرامش داشته باشیم ها. سه تو شد اینجور کرد باش. به من چه؟ من چیزی نگفتم. وا تو خوب گفتی برو بیارشون تو بشینن. حیوانی ها نشسته بودن چیکارشون داشتی؟ سمین ها کیه؟ کارت داره شب شب تو را. یعنی چی؟ میخوام که پاشو بری بشین سر میزشون. خب مغرور قوی. خب بشه داداشم. ببین من به روز زدم منصور برو که شما اینجا چیکار میکنیم برو که ما داشتیم رد میشدیم بعد اومدیم اینجا به آقا رامسین سری بزنیم بعدم تازه اینجا رو سام معرفی کرده اینجا اصلا پاتوق سامه. خب اینجا بشم بعد تو که ما به روزو بیریم و اینا به خاطر شما نیومدیم مثلا اینجا یا فکر نکنم به خاطر اون اومدیم دایه نکنیم حواست باشه بعد هم چیز کن بگوید آقا رامسین کلن اخلاقش اینجوریه بعضی وقت زن شوخی میکنه و اینا بعد مردم هم این شوخی ها زیاد میکنن حواست جمع باشه آقا فرق نکنه آره جدی اخما تو هم سلام بزنش دیدین که آره ایوانی آخه اصلا اعتماد به نفسش به این رفته کاری از دست من برمیاد نه من چه تو نه همین گفت فقط بیام بگم که ما اومدیم اینجا یا آب بخوریم بریم خب بخوریم بریم دیگه چقدر حرف میزنی نمیخواد شما رو ببینه دیگه ای بابا برو آقا برو هر کار داریم انجام بدید زودتر داریم از اینجا برو درستش کردم تو من درستش کردم خب گفتی؟ گفتی اصلا گفتم سامی گفته من اول اومدم اینجا اصلا اینجا رو من پیدا کردم بخواین جمع کنیم بریم آفرین همینجوری رو آخه قضایی داشت تموم میشد گناه داشتن گفتم بذار تموم شد بهت امیدوار شدم ببین چیز کن حالا اینجوری رفتی یه بار دیگه برو خب دوباره؟ جای نگه آدم رفته بوده اینو بهشون حتما بگو برو اونجا رو یاد برو که اتفاقا سامی خیلی روحیش خوب شده این روزا انقدر میگه میخنده سر حال بعد همش از کار حرف میزنه و اینا رو تازه کلی هم چیزه موقعیت ازدواج خوب براش فراهم شده اصلا ناراحت نیست اینا دو سه بار اصلا رفت که ازدواج کنه من نذاشتم یعنی تو نذاشتی من آره اون نذاشتم و اینا حالا شاید الان موقعیت خوبی نیست و اینا ببینم حالا شاید رو پشیمون بشه تو اینا رو به من گفتی حواست باشه ببین من تو بنا کنم من نگاه نمی کنم من رو همین بنا همین جوری که رفتی بود اولین بار
داره از شما صحبت میکنه. خب که چی؟ ما که طلاق گرفتیم رفته. خب دیگه فکر میکنه دوباره برمیگرده شما. خب دیگه کی به این نگاه میکنه؟ خب خودش که اینا رو میدونست میخواست یه قد زبون درازی نکنه جلو من. خب الان میگه هی منصور برو درستش کن. خودش هم که زبون نداره حرف بزنه. سامین چی شد؟ تموم شده. چی تموم شد؟ اینقدر خودتو کوچیک نکن سامی. این احسانه جدیه. احسان خودش به تو گفت اینو؟ نگفت ولی من برداشت کردم. تو اون حرف رو زدی؟ همه رو. تو اینا رو گفتی؟ مو به مو. نه اصلا این خیالش نیست، فکرش اصلا جای دیگه است. چیه این؟ ول کن بابا. ساکر. حرف نزن دیگه. تو این همه موقعیت داری؟ به یه چیز دیگه فکر کن. دوباره شروع دوباره. خفه شد دیگه، ساکت باش. حالا من دوباره برمیگردم. آب بخور تو من برمیگردم. گفتم شما چی گفتی؟ داغون. کی به این نگاه میکنه دیگه؟ شما نگاه نکنین کی نگاه میکنه؟ بس خوبش اینه که یه دوستی مثل شما داره اقلا. آره بخوادم. ولی میدونی چیه؟ دلش کنیم تا صبح اینجا بشنه حرف میزنه ها. ولی گوش کنین حرفا رو، این چشاش صداقت میباره ها. مرسی از شما. نه حرفا رو خودش نمیتونست بیاد به من بگه. نمیتونست دیگه، اگه میتونست که من هی نمیتونست. یه آدم ضعیفه بلا تکلیفیه. اه اه اه. نمیخوای آدرس منصور رو بدی دیگه؟ باز میگه آدرس منصور به چه درد تو میخوره؟ منصور رودا جون من به خاطر خودت میگم. خوشم نمیاد اصلا از این پسرا. هی اسمش هم این چند روزه دارم یاد اصلا حال نمیکنم. ول کن بابا، هرچی بدبختی دعوا بود ما سر منصور بود. ول کن. اگه سر اونه بذار باش حرف بزنم خودش هم حلش کنه. قربونت برم. نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ منو بگو میخوام واسه تو یه کاری بکنم. نخوام بکنی بعد کیو ببینم؟ کجا بودی بابا تو این موقع؟ تو کجا هستی؟ معلوم هست تا این موقع شب کجایی؟ نباید بدونیم. سلام. تو نه خوابم نمیبره. آخه بابا جون سگ تو خیابون پرسه نمیزنه این موقع شب؟ من پرسه میزنم. خب بی خود میزنی؟ به خدا خسته شدم دیگه. صداهاتون مدام تو گوش منه. نه خوراک دارم، نه خواب دارم، نه اعصاب دارم. بابا از زنم جدا شدم که آرامش داشته باشم. ولم کنین دیگه، شما از اون بدترین. میخوام برم بالا بگیرم بخوابم. نه پچ پچ کنی، نه دم درم بیا. دراز و بی‌تربیت هم شده خانم. باز دوباره اون پسره گیر دادی؟ می‌زنمش گیرش بیارم. ببین تو راحتش کردی؟ اگه اینجور راحت‌تری نبینی هر جور تو راحتی. شهره با تو هم چیه؟ بیا اینجا ببینم کارت. آدرس این پسر منصور مگه نمیخواستی؟
سمیرا سمیرا سلام سلام این چیه سمیرا؟ صندلی. جدی میگی؟ میدونم صندلیه. اینجا چی کار میکنه تو اتاق من؟ قشنگه که با تختت هم سته. سمیرا مگه اینجا انباریه که درش رو باز میکنی هی میای یه چیزایی هم داری میبرین هر چی به درد نمیخوره اون عروسکات هم دفعه پیش کشتی اون کرد من چی کار باید بکنم توی اتاق هم نصف شب میخوام آرامش داشته باشم بد کردم گذاشتم اینجا روحیت هم آره بد کردی آره اینو کی برداشت رو برده اینه اینجا خبر ندارم من صبح تاله سرم تو کتاب اینو کی تحویل گرفته؟ داداشم درس میخونه بابا جون چرا داد میزنی؟ پدر من آخه این چیه این وسط؟ علی برده بود در اون خونتون کسی نبود به من زنگ زد گفتم براش بیاری اینجا کی؟ موسیو موسیو اون که نه اون که نمیدونه شما از هم جدا شدین ای بابا مونده اونم بدونه خب 6 ماه پیش پدرم اینو سفارش دادیم نفرستاده اون موقع نیاز داشتیم الان فرستاده اینجا چیکار کنم من با این اینجا خیلی خوب گرفتیم ما رو دیگه اینجا من درستش میگم این ناراحتی نداره خیلی خوب اصلا شما شما قشنگ نه سمیرا از خونه این بره بیرون من نمیفهمم خیلی خوب خب وگرنه به فردا میگم زنگ میزنم میگه ببره من زنگ میزنم اما اگه دستم به این منصور برسه این موزهش باش کنم به این منصور بگی بشینه قد از صبح خود خود نکن من باید تکلیف اینو امروز روشن کنم ببین تو ساعتشو باش فیکس نکنا آره بذار من خبرشو بهت بدم بعد بگو دیگه باشه کاری نداری خدافظ بله بابا جون داد میزنی چیه بشین کارت دارم ببین عزیز من تا این موقع شب تو کجا بودی بسار جواب چروشو ما از این حسابا نداریم ایشون باید وقت شناس باشه چی کار کرده بچه؟ باز یه پروندت افتادی؟ تو این خونه بزرگ شدی من پدر تو هستم اون مادر توه نظام اینجا رو میدونی تربیت اینجا رو میدونی حرمت این خونه باید حفظ بشه پادگان اینجا مگه چیچو نمیدونم هشت بیا نه نرو صد دفعه من زنگ زدم به ماما صحبت کردم نگفتم من به شما راست میگید که چند دفعه زنگ بزنه صد دفعه از اصلی تاله زنگ زدی این خونه حرمت داره نظام داره تو باید حفظش کنی با ما بشینی صبحونه بخوری با ما میشینی ظهر نهار بخوری شبم شام بخوری نمیخورم بابا جون نخوام بخورم باید چیو ببینم چه ربطی به صبحونه داره این از بچگیشم صبحونه نمیخور رفته تو کوچه واسده این موقع شب گریه کرده من چی جواب بدم من کی گریه کردم برو در همسایه ها بپرس کدوم همسایه ها چی میگن همسایه بی خود میکنن چه ربطی به مردم داره اصلا این بچه کی گریه کرد تو گریه کردی مادر جون نمیتونم خانم من نمیتونم با این اخلاق نمیتونم کنار بیام این مسائلم تو کتم نمیره اصلا هر کاری هم بخوایم بکنید بابا جون نمیتونی نتون من خونه میگیرم میرم از این خونه مامان چیه خونه میگیرم میرم ناراحتی دیگه کیه کیه سلام منصور خان خوبی رودامون ای با خدا نکنه سامی سامی که با شما بود منم که خوبم این موقع شب حتما باید یه اتفاقی بیفته مگه دیگه اتفاق از این بزرگترم مگه میشه این طفل معصوم آخه اصلا نمیتونستم بخوام خب این چیز اتفاق جدیدی افتاده مگه نه ولی آخه حیف جداشن از هم دیگه من و شما که دوستشون جدا شدن ها رودا نگفته بهتون؟ میدونه ولی
دلاشون که پیش هم دیگه گیره دیگه. شما گیره. که بهتر میدونی گیره. اون حرفایی که میگفتی سامی میگفت و اینا. بله. بعد اینه که دیگه آدرستون هم به زور رودا گرفتم، تو رو خدا بازم ببخشید. نه نه خواهش میکنم. نه نه. یه مشورتی. سلام آقای ده. سلام. خوبی این شب بخیر. حال شب شما بخیر. خیلی مرسی. دختر خالم هستن شوهره جون. دختر خالت؟ بله. خودتی. سرایدارمونه، یکم اعصاب نداره. من مامو کوتاه کردم با پسر همسایه‌مون اشتباه گرفته من. حالا میگم میخواین صحبت کنیم در مورد این موضوع، من برم حاضر شم اینجا این نزدیک کافی شاپ هست بریم اونجا بشینیم. اینجا هم دیگه بده. من الان برم اینجا. بله بله الان میام. شما باشین. بیا موسیجون همین الان ببرش. آه. ها؟ نه صندلی ایوری را دیگه نداره. آه. بابا تو که خودت وانت داشتی؟ باید ببری بیا اینجا ببریش خونه عروسم رودابه. آره آره بابا جون تو که با ما رفیق بودی یه موقعی. آره قربونت بیا. آره آره من منتظرم. لآخر اونده چه گرفتاری شدی ما. آره ولی عجولانه بود. احساس میکنم تنها همش عصبی، همش خودخوری میکنی، همش داد میزنی، دل اینجوری خودتو اذیت میکنی. من خیلی نگرانتم. بلکن سمیم حالم خوب نیست، خسته، تنها، گیت شدم، نمیدونم چی شد. هر جا نگاه میکنم اونه، همه خاطرام اونه. ببین باید سعی کنی بهش فکر نکنی، باید سعی کنی یه جوری فراموشش کنی. مگه میشه فراموشش کنم؟ من حسب به خدا فقط به فکر اونم، همش نگرانم، همش میخوام بدونم چی کار میکنم. میدونم خیلی سخته، خیلی سخته، ولی چاره ای نداری، مجبوری این کارو بکنی. براش دعا کن، دعا کن که خوشبخت بشه. از دا وجدان گرفتم، همش احساس میکنم من کم گذاشتم براش، احساس میکنم اشتباه کردم. آره اشتباه کردم. سورپرایز نه الان. چرا؟ بذار خونه. چوزش کنم. نه بذار خونه. خواهش. بذار خونه. پارسا بیاده؟ رفته بودیم شما؟ ولی 14 ساعت تو را بودی، من خیلی خسته شدم. مال ماشین بود. ماشین بود. ماشین برو نبود. ما تقریبا 16-17 سال پیش بود یه ماکسیما داشتیم سفید. 16-17 سال پیش ماکسیما داشتیم؟ آره داشتیم. بابام دوست داشت تو گمرو فرشته بودیم و برده بودیم اونجا ماکسیما سفید برو. نمیدونی چی میرفت. 10 دقیقه 12 دقیقه میرفتیم شمال میومد. بابا من گرفتی اتون. چی گرفتیم؟ 10 دقیقه میرفتیم شمال میومدیم. میرفتیم برمیگشتیم. حالا باورت نمیشه. خیلی ماشین بود. یاد خب آدم حسودیش میشه بهشون، خوب نداره. وای کاش که رودا و سامی به جای این دوتا الان اینجا نشسته. خب حالا که نیستن دیگه، اونا که طلاق گرفتن. به همین سادگی میگی طلاق گرفتن؟ خب گرفتن دیگه. خب گرفتن همدیگر رو که دوست دارم دیگه. من تو که بچه نیستم این چیزا رو میدونم. خب اگه دوست داشتن که طلاق نمیگرفتن. انصاف بود این کاری که کردی خدایی. مگه چیکار کردن؟ همین مشتوندی و بالاخره رابطه رو یه جوری به هم زدی دیگه. من کاری نکردم. یعنی رودا دروغ میگه دیگه. مگه رودا چی میگه؟ نمیدونم والا، همین که سامیو میبردی بیرون و الباتی و دیگه دیر میومد و نصف شب میرسید خونه و همین چیزا دیگه، همین چیزا که زن خوششون نمیاد. من کاری نکردم. رودا از اولم از من خوشش نمیومد. این همه
خونه رو بشدم اومدم از دل شده کارشون داری برای خدا من کاری ندارم خب حالا چیکار کنیم چی و چی کار کنیم؟ اومدیم اینجور راجبشون حرف بزنیم تکلیفشون رو معلوم کنیم دیگه راجب چی حرف بزنیم؟ راجب رودا و سامی راجب رودا و سامی؟ اومدم دمی در خونتون واسه چی پس؟ من چه میدونم شما اومدین دنبال من؟ من رو آوردین اینجا که در مورد خودمون صحبت کنیم دیگه رفتم اومده شدم بهتر شدم؟ ببین یه چیزی میگم جون من ننگو خب؟ من میگم که بیا یه فکر خوب بکنیم اساسی همچین فکرامونو بریزیم رو هم دوتایی این دوتا رو آشتی بدیم پاشم برن سر خونه زندگیشو چین عاشقونه مثل این دوتا من موافقم 100% آخ چه خوبه دیگه تموم شد چه بالا نمیدونم چشه میخته کجاش این پولی خیلی هم خوبه خیلی هم خوشگله مثل بابات خوبه اینقدر کلوچه رو سرش باقی من 60 سالش 60 سالش باشه آدم که نخواد ماش بریزه نمیریزه بازه باقی من گیر دادی همیشه همینه دیگه 60 سالش دقم مونده من 60 سال همیشه دوبله اصلا ندارم دارم آبا شما ها خوبی خانوادگی شما ها خوبی نه تو خوبی سن نه شما ها خوبی دیگه داشتیم حتما دیگه هر چی بوده داشتیم شما ها خوب بودیم حتما صدا نه شما ها داشتیم با صدا تو بیا پایین باز دوباره بشم کنم ما توجه خوب داشتیم ببینم خدا بلند شو ببینم بلند شو ببینم تو بلند شو ببینم بیا هم دکتر کیفه میرم برو بابا چه با پامشم گره مرد میزنم ده بچه فوفو این صندلی از چوب مرغوب درست شده سفارش کردیم دوستان ما از چالوس از کلاردش برداشتن آوردن بعد ما اینو ساختیم بعد خب یه چیزی بعد مراکه قلبی داری؟ یکم ان شاء الله که خوب میشید ان شاء الله خوب میشید بعد داستان زیاد داره این صندلی ما بریم منزل آقای سام تشریف نداشت مثل یه خونه تخلیه کردن جای دیگه رفتن این دیگه اطلاعی ندارم بعد بریم منزل پدر آقای سام گذاشتیم اونجا اومدیم نصف شب آقای سام زنگ زد داد بیداد اگه ما اونجا دیم که زیر گوش ما میزد ما رو پرد میگرد پایین از اون بالا برحال با عصبانیت بعد گفت با هر که روشیده باید بیاریم چوب برداری صندلی برداری ببریم ما دو مرتبه نصف شب بانت گیدیم آقای شما آوردیم خدمت ارسالی دست درد نکنی پایی کنه چقدر میشه؟ قابل شما نداره سلام 100 تن سلام به من نه بفرمایید با تمام این مشکلاتی که این صندلی در اینجا رسیده قراردادی که ما بستیم با آقای سام 100 تومن بوده خب از این 100 تومن 2 تومن دستگیر ما شده 2 تومن 10 تومن هم کرایه ماشین دادیم برای شما بودیم دایی ای بابا خیلی خوب خیلی خوب حالا من برای تکمیل پرونده چند تا سوال ازت دارم هرچی از من خوب شد اومدی خب کاری نیستم یه صندلی رو شده برای شما بودیم مشکلی بشه خیلی خوب حالا بریم خودتو اذیت میکنی قربونت برم کاری بودی که خودت خواستی شنه همه چی درست میشه خواهش میکنم به خاطر من یه ذره
هشت هفت شیش پنج چهار سه دو پایین میبینم.